سلام همگی، خیلی خوش اومدید. تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چطور کانالتون رو مانیتایز بکنید. اگر یادتون باشه قرار بود یه بخش آموزش توی کانال اضافه بکنیم، این ویدیو اولین ویدیو از این بخش هستش. اسم من سید مهدی است، پس با من تو این ویدیو همراه باشید. خب بچه ها، همینطور که میدونید قراره در کنار ویدیوی اسمبل و پیش سیستم های پیشنهادیمون قراره ویدیوی در مورد راه های کسب درآمد از طریق یوتیوب براتون آپلود بکنیم. پس اگر از اینجور محتوا خوشتون میاد حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت فراموش نشه. اگه جای اشتباه کردم حتما تو نظرات به هم بنویسید که خیلی با هم برابر بشه. همونطور که همه میدونیم برای اینکه کانال رو بتونیم مانیتایز کنیم باید یه سری شرایط رو به دست بیاریم. خب شرط اولش اینه که ما باید 1000 تا سابسکرایبر جمع کنیم، به 4000 ساعت واشتم در طول 12 ماه گذشته برسیم. این شرط اولیه است که میشه به راحتی بهش رسید، از این کم کمی زمان بره بستگی به نوع محتوایی که تولید میکنید. همونطور که مشاهده میکنید در قسمت مانیتایزیشن میتونید این روند رو نگاه بکنید که چقدر از 4000 ساعت شما پر شده و آیا شما به 1000 سابسکرایبر رسیدید یا نه. موقعی که این دوتا گزینه تیکشون بخوره، یک گزینه برای شما باز میشه به اسم اپلای ناو. موقعی که برای دکمه اپلای ناو کلیک میکنین، صفحه جدیدی برای شما باز میشه که دارای 3 تا استپ هست، یعنی به اصطلاح 3 تا مرحله. مرحله اول این صفحه اینی که شما باید یه سری قراردادهای یوتیوب قبول بکنید. از اینکه شما اولا که بالای 18 سال باشید، دو اینکه میزان درآمدی که یوتیوب به شما میده. برای مثال میگم اگر یوتیوب بابت گذاشتن تبلیغ روی ویدیو شما 1 دلار کسب کرده باشه، میاد 55%، یعنی 55 سنت رو به شما تعلق میده و 45 سنتش رو برای خودش برمی‌داره. دقیقاً 55% برای شما و 45% برای یوتیوبه. این حالا یک درآمد از طریق تبلیغی که شما میتونید روی ویدیو قرار بدید و کسب بکنید. درآمد دومی که شما میتونید از یوتیوب کسب بکنید با فروختن اشتراک و سوپرچت است، که الان حالا طبق قانونی که خود یوتیوب گذاشته 70% این درآمد مال شماست و 30% مال یوتیوبه. در حقیقت این سیستمش با سیستم تبلیغ گذاشتن کمی فرق داره. نکته دیگه که توی این قرارداد ذکر شده اینه که یوتیوب هر وقت دوست داشته باشه میتونه قانونش رو عوض بکنه و شما چون این قرارداد امضا کردید باید پیرو این قرارداد باشید. بعد از اینکه این قرارداد کامل بخوندید، دو تا گزینه اون پایین هستش که شما با کلیک کردن و قبول کردن اونها تایید میکنید که قرارداد کامل خوندید و اونا به صورت حالا مثلا دیجیتال امضا کردید و مرحله اول مانیتایز شدن کانال شما انجام میشه و ما وارد مرحله دوم میشیم. مرحله دوم لینک کردن ادسنس شماست. ادسنس یه نوع اکانتی هست که درآمد شما داخل اون اکانت ریخته میشه، یعنی به این صورت است که شما یک اکانتی رو به اکانت یوتیوبتون لینک میکنی و درآمد حاصل از ویدیوهایی که میذارید داخل اون اکانت ریخته میشه و از طریق اون به شما واریز میشه. حالا که اکانت ادسنس دقیقاً چی هست، این بهتره توی یه ویدیو دیگه جداگونه کامل توضیح بدیم چون خیلی طولانیه و نکات خیلی زیادی داره. ولی در کل بگم اگه شما میخواید اکانت ادسنس بسازید به تازگی، معمولاً 3 تا 4 روز میگه که اکانت تایید بشه و به شما بتونید استپ دوم رو انجام بدید. پس استپ دوم شد ساختن اکانت ادسنس و لینک کردن به اکانت یوتیوبتون. بعد از اینکه این دو تا مرحله رو انجام دادید، شما لازم نیست کاری بکنید. موقعی که اکانت ادسنس شما تایید بشه، چون استپ دوم انجام شده، استپ سوم یعنی همون مرحله سوم به صورت خودکار شروع میشه انجام شدن. به این صورت است که تیم یوتیوب میان ویدیوهای شما رو بررسی میکنن که یک مشکلات کپی رایت نداشته باشید، ویدیوتون شامل آزار و اذیت نداشته باشه. یه سری قانونهایی دارن که اونا رو بررسی میکنن که یه ذره ممکن زمان بر باشه. طبق گفته خود یوتیوب ممکنه این رویه یک ماه طول بکشه، ولی خب واسه اکانت های مختلف کمی متفاوت بوده. مثلا بوده 24 ساعت یک اکانت یوتیوب مانیتور شده، ممکن بوده یک ماه هم حتی طول بکشه. برای خودمون موقع که حساب ادسنس خودمون رو ساختیم، حالا با کنار گذاشتن که 4 روز طول کشید ادسنس ما تایید بشه، بعد از اون موقع که وارد استپ سوم شدیم نزدیک 3 الی 4 روز طول کشید که اکانت ما مانیتایز بشه. بعد از اون یک پیام ایمیل ما اومد که شما در برنامه درآمدزایی یوتیوب قبول شدید و شما میتونید از این به بعد روی ویدیو خودتون تبلیغات نشون بدید. موقعی که این اتفاق میفته، شما موقعی که وارد قسمت آنالیتیکس میشید، همونجور که طبق تصویر دارید میبینید، یه قسمت جدیدی واسه شما باز شده، استیمیتد رونیو. از این به بعد شما درآمدی که به دست میارید با 2 روز تاخیر رو میتونید تو این قسمت ببینید. فقط یه نکته، البته یک نکته دلسرد کننده، اینه که شما تا الان هر چقدر بازدید داشتید
هیچ درآمدی به شما نمیده، یعنی قبل از مانیتایز شما هیچ درآمدی کسب نمیکنید و از اون موقع شما شروع به درآمد کسب کردن میکنید که شما روی ویدیوتون تبلیغ قرار بدید. شما با رفتن به قسمت کانتنت هاتون که طبق تصویر هم دارید مشاهده میکنید، یک گزینه جدیدی روبروی ویدیوهاتون مشاهده میکنید که عکس یک دلار هست. در حقیقت این دلار هم قسمتی که شما باید روی ویدیوهاتون تبلیغات اضافه کنید. حالا ممکنه این عکس دلار سه تا حالت مختلف داشته باشه. این که آف باشه که به صورت خاموشه، این که آن باشه ولی به صورت زرد رنگ باشه. علامت زرد رنگ به این معناست که محتوایی که شما گذاشتید محتوا خیلی مناسبی واسه تبلیغات نیست و تبلیغ کننده کمتری پیدا میشن که دوست داشته باشن روی ویدیو شما تبلیغ بذارن. علامت سبز رنگ به این معنی است که شما میتونید به صورت کامل به صورت راحت تبلیغ قرار بدید و هیچ مشکلی از نظر مانیتایز شدن نداره. اگر اون عکس دلار شما قرمز رنگ باشه، یعنی که این ویدیو ممکنه شامل مشکل کپی رایت باشه، مشکلاتی که حالا قبلا گفتم که مثلا تو محتواتون مثلا محتوایی باشه که مثلا آزار اذیت باشه و نمیتونن مانیتایز بشن، پس حواستون به این نکات باشه که بتونید ویدیوهاتون رو مانیتایز بکنید. حالا وارد صفحه مانیتایز که میشیم میبینیم که خب تبلیغات مختلفی داریم میبینیم، مثلا تبلیغاتی که بشه ردش کرد، تبلیغاتی که به صورت یک بنر در کنار ویدیوهاتون قرار میگیره، تبلیغاتی که نمیشه ردشون کرد و تبلیغاتی که به صورت یک بنر روی ویدیو قرار میگیره. خب شما من به نظر من که همه این گزینه ها رو کلیک بکنید که شما همه تبلیغات رو نشون بدید. حالا طبق تصویر میتونید تعیین بکنید که کجای ویدیوتون تبلیغ نشون داده بشه. بچه‌ها خیلی دوستان فکر میکنن که مثلا هر روز که درآمد کسب میکنید همون روز برای شما یوتیوب واریز میکنه. نه اینطوری، طبق یک تایم خاص یوتیوب پول رو به حساب اصلی شما واریز میکنه که معمولا برای اینکه شما بتونید اون حساب رو تسویه بکنید باید حداقل برای مثال به 100 دلار برسه. یعنی شما برای اینکه بتونید پولتون رو دریافت کنید باید به 100 دلار برسید تا بتونید پولتون رو دریافت بکنید. خب نکته‌ای که باید ذکر کنم اینه که اگر شما تو یک ماه به 100 دلار نرسید نگران نباشید. برای مثال دارم میگم، اگر شما مثلا توی ماه ژانویه به 35 دلار درآمد رسیده باشید، ماه بعدم 40 دلار، اون 35 دلار شما نمیپره. در حقیقت این 35 دلار میاد با 40 دلار جمع میشه 75. و اگه ماه بعد شما بتونید به 100 دلار برسید، تو ماه بعدی با شما تسویه میکنه. پس نگران این موضوع نباشید، پول شما نمیپره. خب بچه‌ها این ویدیو ما بود، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید، نظر کامنتیاتون دارید حتما تو کامنت ها برام بنویسید که دوست دارید موضوع بعدی ویدیومون چی باشه. Peace out.